امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که 700 نفر از سنی‌های تندروی داعش و اعضای خانواده‌های آنها به کابل منتقل شدند و از این شمار 75 نفر زن و 159 نفر دیگر نیز کودک هستند. به گزارش شیعه ویوز به نقل از آسوشیتدپرس، در این میان 277 عضو خارجی داعش نیز حضور دارند که بیشتر آنها اتباع پاکستان، اردن و آسیای مرکزی هستند. بر اساس این گزارش، روند تحقیق از این افراد با توجه به قوانین بین‌المللی و قوانین سنت‌های افغانستان صورت می‌گیرد تا سرنوشت آنها تعیین گردد. شاه محمود میاخیل، والی ننگرهار، در این باره گفت: افراد تسلیم شده از کشورهای مختلف ابتدا تخلیه اطلاعاتی می‌شوند و پس از آن نهادهای قضایی درباره محاکمه آنها تصمیم می‌گیرد. گفتنی است که پیش از این نیز حدود 200 نفر از عناصر داعش خود را به نیروهای دولتی تسلیم کردند، اما با گذشت بیش از 1 سال از آن هنوز این تروریست‌ها مورد محاکمه قرار نگرفتند.